برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر اون چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این را میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ شهید قاسم سلیمان آدم خوبی بود. این طوله عمرش همش مبارزه با کفر بود. من یکی خودم اگه بگفتم مثلا زمانی که بود میگفت آقای سردار سلیمانی آقا عضوی از بدنه میخواد، من همه عضو بدنم رو بهش میدادم. و قطعا هر کسی دیگه هم مثل سردار باشه و رفتارش سردار منش باشه قطعا آدم خوبیه. مثلا ما در شأنی نیستیم که بخوایم از حاج قاسم راضی باشیم یا نباشیم. ما ازت راضیم، چرا راضی نباشیم؟ پسر منو نگاه کنید، عاشق شماست، عاشق شماست. چی شد که قاسم سلیمانی شد حاج قاسم؟ تو دل مردم بود، با مردم بود. کسی که با مردم باشه، دلش با مردم باشه، مطمئناً مردمی میشه. هر کی خصلت خوب داشته باشه بزرگ میشه، نیازی به این نیست که بخواد خودش رو بزرگ جلو. سردار اصلا دنبال صندلی، دنبال جا، دنبال مقام، دنبال این چیزا نبوده. شما زمانی که خبر شهادت سردار سلیمانی رو شنیدین چه حسی بهتون دست داد؟ ناراحت شدم دیگه. من اون لحظه توی بیمارستان بودم، اینقدر درد کشیدم، اینقدر درد کشیدم که پسرم که مریض بود، بستری بود، درد نکشیدم. قطعا حس شوک زده ای به آدم دست داد. خانواده‌ام کلاً گریه افتادم به خاطرش دیگه. شناختی که نسبت بهش نداشتیم ولی ناراحت شدم. با اینکه شناخت چندانی روش نداشتم چون من بیشتر درگیر زندگی خودمون بودم، ولی ناراحت شدم. آره واقعا ناراحت شدم. بیان ناجوان مردانه اونم در یک کشور دیگه، در یک کشور دیگه بیان اینطوری ناجوان مردانه به شهادت برسونم، خب واقعا آدم ناراحت میشه، وجدان داره. حاج قاسم دوست دارم. واقعا سرار آدم بزرگ. پسرم فدای خون شهید سلیمان. شب گریه را کجا. اللهم انا لا نعلم من هو الا هو.